مناظرهای پس از انقلاب در تلویزیون سراسری ایران را بیاد دارید یا درباره اونها شنیده اید؟ دو تن از مهمانهای اون مناظره ها را دعوت کرده ایم تا بپرسیم از اون زمان چه سفر فکری طی کردند. سلام به بینندگان پرگار. شاید بد نباشد این برنامه را با صحنه گشایش یکی از مناظره های پس از انقلاب ایران شروع کنیم. این مناظره ها از یک سو حال و هوای انقلاب را دارند در چیدمان و در شکل و شمایل، و از یک سو کاملا متفاوتند با انقلاب ایران، چرا که در اون انقلاب مجال چندانی برای گفتگو و مناظره باقی نماند. در همین مناظره ها مهمانهایی بودند که اندکی بعد به زندان و شکنجه دچار شدند. نامه نورالدین کیانوری به آیت الله خامنه ای هنوز هم هولناک است. این مناظره ها از جهت دیگری هم طرفه‌اند. دو نفر از مهمانهای اونها، عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار، در سالهای بعد به مسیرهایی رفتند که آنها را به کلی از کانونی که درش بودند دور کرد. این سفر فکری در این چهار دهه دو مهمان این مناظره ها را به کجا کشانده؟ برخلاف اون روزها و سالها، حالا آرای آنها در مورد فلسفه مارکسیستی نیست که جلب نظر می کند. آنچه امروز اهمیت دارد نظریه سیاسی است که پس پشت تحلیلها و گفته های این دو مهمان است. از عبدالکریم سروش، فیلسوف اسلامی که در اون روزها از نظریه پردازان نظام اسلامی بود، و از فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی که اون روزها از رهبران فدایان خلق بود، میپرسیم از اون سروش و اون نگهدار چه چیز مانده؟ و البته میپرسیم از نظر سیاسی این دو حالا خود را در کجا میبینند؟ آقای سروش، خیلی خوش آمدید. شاید بهتر باشه صحبت با شما رو با یکی از تکه های اون مناظره اولیه شروع کنیم که در اون همداستانی و همفکری شما و آیت الله محمد تقی مصباح کاملا واضحه. اون تکه از مناظره رو میبینیم و بعد من سوالم رو طرح میکنم. در زمینه تناقض، مزید خواهد بگیم ممکن است آقا بحث این روزا تضاد و تناقض را تکمیل بفرمایید از نظر ما به بحث حرکت، چون این بحث گسترده اشکال نداره. من در زمینه تناقض یه توضیحاتی ذکر میکنم. بله، تضاد و تناقض از منطق و فلسفه ما. بله، یه مقدارش پس ناچار من میگذارم که شما با بیان خودتون توضیح بدید، ولی به هر صورت این هم فرصتی است برای اینکه این نکته هم روشن بشه. شما آقای سروش از همراهی و همداستانی با این فقیه شروع کردید و به اونجا رسیدید که گفتید فقه اسلامی دیگر قابل رفو کردن نیست و از هر جا رفو کنید از جای دیگر دریده میشه. آیا این فقه اسلامی رو واگذار کردن به کسانی چون آیت الله مصباح نیست که ازش هر استفاده بخوان بکنن، واقعا این صحنه رو خالی کردن برای اونها نیست؟ چون قوانینی که با زندگی مردم سر و کار داره، قوانینی که با زندگی زنان در ایران سر و کار داره، اون وقت باید در اختیار فقیهانی چون آقای مصباح قرار بگیره، به دلیل اینکه شما که زمانی همراه و هم فکریشون بودید الان معتقد هستید این فقه قابل رفو کردن نیست. بله، البته نه زمان طولانی با آقای مصباح بودم، ولی خب قبل از انقلاب برای مدت کوتاهی که ایشون به انگلستان آمده بود و من دانشجو بودم، و بعد از انقلاب هم در همین مناظرات ما همراهی می‌کردیم. البته نکته قابل ذکر است که آقای مصباح هیچ وقت فقیه شناخته نمی‌شدند، امروز هم فقیه شناخته نمی‌شن. ایشون بیشتر به منزله یک فیلسوف شناخته می‌شوند و حق هم همینه. ایشون نه آیت الله است، نه مفتی است، نه صاحب رساله است، هیچ کدوم اینها نیست. و منم دوستیم با آقای مصباح
از طریق فلسفه ورزی ایشون بود، نه بله. از طریق فقاهتشون. به هر حال البته ما دور شدیم از یکدیگر، برای اینکه جناب آقای مصباح گرچه که خودش دعوت کننده من به اون مناظرات بود. یعنی من... شما رو به اون مناظرات دعوت کردن به دلیل اینکه آقای مصباح گفته بود؟ بله بله، یعنی حقیقت این استش که نه از متصدیان صدا و سیما، نه از ارکان دولت، نه از ارباب صدارت و وزارت، اینا هیچ کدوم با من تماس نگرفتن، به دلیل آشنایی قبلی که من با آقای مصباح داشتم و همچنین به دلیل اینکه کتابی تحت عنوان تضاد دیالکتیکی از من منتشر شده بود، ایشون به مسئولان صدا و سیما گفته بود که خوب است که ما دوتا با هم بیاییم. و بعدم یک روز منو منزل پدرشون دعوت کردن در نارمک، صبحانه خوردیم و بعد از اونجا بحث ها شروع شد و ایشون با من در میان گذاشت که ما دوتا به این مناظره برویم که رفتیم. بله. اونم اینها قابل... شنیدنی است آقای بله. سروش، به دلیل اینکه این برنامه برنامه یک ساعتی بیش نیست. من میخوام به اون سوالی که پرسیدم بازگردیم. فارغ از اینکه نظر شما در مورد آقای مصباح چه است، آیا فقه اسلامی واقعا قابل رفو کردن نیست؟ به اینجا رسیدید؟ عرض میشود که فقه اسلامی هم قابل رفو کردن هست هم قابل رفو کردن نیست. من وقتی که کتاب قبض و بسط رو نوشتم دقیقاً همین مطلب رو می‌خواستم بگم و هنوزم بر همون عقیده‌ام. فقه اسلامی از درون قابل رفو کردن نیست. یعنی همون ابزارها و رسائلی رو که به مدت هزار سال فقها به کار می‌گیرن برای اینکه افتاء بکنن در مقابل استفتاءاتی که میشه و به نظر خودشون مسائل مستحدثه رو حل کنن، اونها دیگه کارهای خودشو از دست داده. تئوری من در قبض و بسط این بود که فقه از بیرون باید تقویت بشه و چون بیرون فقه راکد مونده، درون فقه هم راکد است و تا اونجا رو تغییر ندیم اینجا تغییر نمیکنه. بیرون فقه یعنی انسان شناسی، یعنی خداشناسی، یعنی وحی شناسی، یعنی معرفت شناسی، این چیزها مطلقاً راکد باقی مونده و یک فقیه وقتی که وارد تحصیل فقه میشه در این زمینه‌ها اصلاً چی تعلیمی نمیبینه، یک سر وارد متون فقهی میشه که با همون جهان بینی و جهان شناسی پیشینیان نوشته شده و لذا با یه ابزارهای آشنا میشه که این ابزارها هر چه هم به کار ببره از اون حصار بیرون نمیاد. اما راه عوض کردنش این استش که شما از بیرون به مبادی و مبانی بپردازید، کاری که فقیهان ما نمی کنن. شما فقط یک قلم اگر مسئله حقوق انسان رو در نظر بگیرید، کمان که من بارها این رو نوشتم و مرحوم آقای منتظری هم در اواخر عمرشون اذعان کرده بودن و به شاگردانشون گفته بودن که اگر مسئله حقوق وارد فقه ما بشه تمام فقه زیر رو خواهد شد، ایشون با شم فقهیش اینو خوب دانسته بود. خب این فقه تکلیف بنیاد فی المثل اگر حقوق به او تزریق بشه زیر و رو میشه، اما مادامی که اینطوری نباشه بله فقه رو خوناپذیر خواهد. پس اگر ما. اون صحبت شما رو الان بخوایم، چون در طول این چند دهه شما در دهه‌های متفاوت چیزهایی گفتید، به چیزهایی رسیدید که در دهه قبل بهش نرسیده بودید، اگر الان راجع به فقه اسلامی بخواید صحبت کنید، معتقد هستید قابل رفو کردن هست منتها تحت شرایطی اگر از خارج از فقه به گفته شما بلده. فقیهان شروع کنن مثلا انسان شناسی بدانن و بعد تاریخ به این کار اهتمام کنن؟ کاملا اینا تأثیر بلیغی در فقه خواهد گذاشت. آقای نگهدار، صحبت با شما رو هم شاید بهتر باشه با تکی از اون مناظره های ابتدایی شروع کنیم. همکاران ما الان یک تکه از اون مناظره ها رو میگذارن وقتی که شما در بحث راجع به تضاد و حرکت میگید که مبنا رو بر ثبات میگذارید. دیالکتیک معتقده که تمام اشیا و پدیده ها در حال تغییر و تحول دائمی هستند، اما این نیست که هیچ ثباتی در خارج به چشم نخوره. ما دیالکتیک از ابتدا هم یه همچین مدعایی نداشته و اکنون هم همچین مدعایی نداره، بلکه از ثبات نسبی یا از سکون نسبی همواره سخن میره و این سخن درستی است. هر فردی میدونیم که آقای مصباح از 20 سال پیش هم به عنوان آقای مصباح شناخته میشدند، الان هم هنوز آقای مصباح هستند. بله، در این تکه از صحبت‌های شما البته نمیگید که ثبات رو مبنا قرار میدید، ولی میگید که دیالکتیک به معنای نفی ثبات نیست. در شما این دیالکتیک
ثبات و حرکت به چه انجام میده؟ میخوام ببینم الان شما خودتون رو مثلا در مناسبت با اون چه که بودید از فعالان جنبش چپ، از رهبران فدایی، الان مناسبت خودتون رو با اون چطوری تعریف میکنید؟ من در تمام طول فعالیت سیاسیم اون چی که ذهن من رو به خودش مشغول میکرده پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات جامعه بوده. اساسا نوع نگاه هم به جهان هستی توأم بوده با جستجو برای پیدا کردن راه حل برای مشکلات جامعه. در اون دوران من فکر میکردم که تعمیق شکاف های موجود در جامعه بشری میتونه به نفع شر و پیروزی خیر بیانجامه و برای این کار، برای این تحول لزوماً باید به قهر متوسل شد. تعبیر عملی این ایده کلی در اون شرایطی که ما قرار داشتیم این بود که دیگری رو که علیه ما بوده و فکر میکردیم که دشمن ما هست اون رو باید به زور یا با اعمال قهر از صحنه سیاسی راند و نیروهای مدافع انقلاب رو پیروز کرد. در همین جا برمیگردم به مفهوم آزادی، که آزادی تصوری که ما ازش داشتیم توأم با حذف دیگری از صحنه سیاسی یا حیات اجتماعی بود. امروز من کلن این ایده رو رد میکنم و فکر میکنم اگر رسالتی، مسئولیتی یا تکلیفی بر فعالین سیاسی باشه اون این هست که سعی بکنند راه حل‌هایی پیدا بکنند که کمترین هزینه رو برای اهالی یا افراد جامعه به وجود بیاره و لازمه این هست که قهر رو کنار بگذارن. نکته جالب در این تدارک برنامه این بود که من دیدم هر دو مهمان ها متولد یک سال هستن، همسن هستید. در اون برنامه هر دو جوان، در این برنامه کاملا متفاوت. این تغییرات رو کنار بگذاریم، چه چیز شما رو به اون نگهدار وصل میکنه؟ برای اینکه منتقدان شما میگن که شما دیگه عضو جنبش چپ نیستید. اون چه که فرخ نگهدار 40 سال پیش رو به امروز وصل میکنه همین تلاش اوست برای کم هزینه تر کردن تلاش برای رسیدن به آرمان ها و اهداف سیاسی. واقعا اون موقع چنین میکردید؟ در همون موقع هم، حتی در اون دوره ای که ما فعالیت نظامی داشتیم، یک دغدغه بزرگ من این بود که آیا این همه هزینه و جانهای ناشکفته رو ما فدای این حرکت بکنیم این درسته، مطلوبه یا نه؟ و پس ذهنم این بود که باید از این هزینه ها کاست. وقتی ما به این مناظره ها روی آوردیم برای من یک دنیای خیلی زیبایی شکفته شد، برای اینکه با طرف مقابل به گفتگو نشسته بودیم و این رمز توانمندی گفتگو رو من در همین مناظره ها حس کردم و بسیار متاسف شدم که سایر نهله های سیاسی حکمت، برکت و اهمیتی که در این گفتگوها بود رو ندیدند و به راه دیگر رفتند. واقعا حکمت، برکتی در این گفتگوها بود؟ اگر بود چرا به یک مرتبه همه چیز دگرگون شد؟ چرا نتیجه ای نداد؟ بسیاری از منتقدان روشی که من داشتم و دارم بر این عقیده هستند که شما به طرف مقابل بیش از اون چیزی که شایستش هست اهمیت و بها میدهید و نقد میکنن رفتار من رو بر این اساس. در اون زمان حجم کسانی یا تعداد کسانی که این گونه میاندیشیدند که آنچنان در جامعه ما قوی بود، هم در طیف کسانی که از حکومت و صحنه سیاسی داشتن رانده میشدند، هم در ذات و
فکر کسانی که در عرصه قدرت نشسته بودن. منظورتون منتقدان گفتگو در اون زمان؟ منتقدان گفتگو و معتقدان به راه حل‌های قهرآمیز برای حل مسائلشون چنان قوی بودند که ما شکست خوردیم در واقع. در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای سروش، صحبت آقای نگهدار در مورد جستجو رو من به این شکل مطرح میکنم با شما که شما هم مثل آقای نگهدار معتقدید مدام در حال جستجو بودید و برای همین نظرات جدید دادید که بازخوردهای فوق‌العاده جدی گرفته، چه مثبت چه منفی. ولی خیلی ها میگن که در حوزه سیاسی بعضی چیزها رو هنوز نیافته اید. در مورد حقوق اقلیت ها به نظر میاد توی صحبت های شما تأکید چندانی نیست. شما از انجمن حجتیه شروع کردید، در کلاس های سطح عالی انجمن حجتیه بودید و الان بعد از 40-50 سال از اون زمان در دفاع از حقوق بهایی ها که مورد آزار و اذیت هستند چندان چیزی نگفتید. اگر این سکولاریسم دموکراسی که شما بهش معتقد هستید و بهش رسیدید در مورد آزار و اذیت بهایی ها اهتمام نکنه، اگر شمایی که به اون سمت دارید میرید اعتراض نکنید به این آزار و اذیت، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا واقعا ناشی از یک تعلق، اگر نه فکری، یک تعلق شخصیتی و خاطره‌گونه به انجمن حجتی است که چنین نمی کنید، آزار و اذیت بهائیان رو محکوم نمی کنید؟ اولا به فرض که حالا من تعلقی به اونا داشته باشم که ندارم، ولی فرض کنید که داشته باشم، اونا در پی آزار و اذیت بهائیان نبودن. حالا اونا خودشون نیستن اینجا، ولی باید در حقشون به انصاف سخن گفت. اونا اتفاقا یک کار بسیار دموکراتیک میکردن، یعنی وارد بحث علمی و اعتقادی با بهائیت میشدن. بهائیت در دوران شاه نسبتا دست بازی داشت و جلساتش رو برقرار میکرد. اینها هم به زحمت پیدا میکردن اون جلسات رو و در اونجاها شرکت میکردن. من البته خودم حتی یک بارم این کار رو نکردم، من از انجمن حجتی شروع نکردم، یعنی باره از پیشورزای شما درست نیست، ولی حالا من همه اونا رو مقبول و مفروض میگیرم. یعنی در کلاس های سطوح عالیشون شرکت میکردید؟ به مدت دیگه چند ماه، بله به مدت چند ماه، زیر یک سال همین. در یعنی احساس میکردم که به کار من نمیاد و من نمیخوام اینا رو به کار ببرم. همینقدر که من اطلاعاتی در مورد کیش بهائیت به دست آوردم، کار خودم رو تمام یافته انگاشتم و بیرون آمدم، همین. ولی من شناخت دارم از افرادی که اونجا بودن و از نحوه کارشون و از تعلیماتی که اونجا بود و از شیوه های عملیشون. اینا واقعا کارشون یک کار مباحثاتی بود، یعنی این میرفتن چیزایی که در مورد آزار و اذیت و زد و خورد گفته میشه که می اومدن تو جلسات؟ من در حد اقل من اصلا نبودم تو اون جلسات، اصلا نبودم. شنیدم که گاهی، ولی برای دعوا نمیرفتن. ولی آیا برای اینکه کسی رو مثلا اونجا نگذارن که به اصطلاح طعمه اونها بشه و سر این یک کشمکش‌های کوچکی رخ میداد؟ کشمکش‌های کوچکی، بله. ولی در سال‌های اخیر شما در مورد بسیاری چیزها که مربوط به تضییع حقوق شهروندان ایرانی صحبت کردید، در مورد آزار و اذیت بهائیان و تضییع حقوق شهروندیشون چندان صحبت نکردید. والا اولا که من به طور اولا این رو خوبش رو از بهایی ها بپرسید، اونام راجع به تضییع حقوق دیگران حرفی نزدند. بنده این همه حقوقم تضییع شده و امثال بنده، هیچ سخنی نگفتن. خوبه این رو هم شما از اونا بپرسید. یعنی قصه یک طرفه نیست، فقط بهایی ها نیستن که در ایران مورد آزار و اذیت هستن، خیلی ها هستن. به فرض اگر چنین باشه، شما مواضع سیاسی خودتون، حرکات سیاسی، دیدگاه‌های سیاسی خودتون رو صرفاً بر اساسی که اون طرف نه بر اساس اونا نیست. سوال شما رو عرض می‌کنم، میگم ببینید فقط بهائیان نیستن که در ایران زیر آزار و اذیتن، خیلی اقوام هستن، خیلی افراد هستن و بنابراین اگر بخوایم محاسبه کنیم یا گفتگو کنیم در مورد همه اینا باید صحبت کنیم. بهائیان اتفاقاً این یک انتقادی است به اونا، راجع به هیچ کسی در ایران که مورد ستم قرار گرفته سخن نگفتن جز در مورد خودشون. این نکته اول. اما بنده با تئوری پلورالیسم دینی در واقع تکلیف بهائیان رو روشن کردم. هیچ کسی به روشنی من در این باب سخن نگفته است که بهائی‌ها 100% حق دارند که باشند، از حقوق مساوی با دیگران برخوردار باشند،
دولت اسلامی، حالا به فرض که دولت اسلامی باشه، باید بی‌طرفی کامل نسبت به اینها داشته باشه. و بعدم من راجع به ظلم و ستمی که به همه میشود به اندازه مساوی سخن گفتم، هیچ کسی رو مفرد به ذکر نکردم، یعنی نام نبردم، جای گله این نیست از این. من فکر میکنید این کفایت میکنه و نیازی نیست در مورد آزار و اذیت ماهایان جدا بود؟ نه، من هیچ قوم خاصی رو، از قوم کردم سخن نگفتم، از میشود از دیگرانم. ما به طور کلی گفته ایم که اونم دلیلش این استش که به هر حال من بیشتر به ماهیت حکومتمون کار داشتم، نه به اقوام تحت ستم که کیا باشن و اون نوع ستمگری که در اونجا صورت میگیره. آقای نگهدار، اونها که نقد میکنن حرکت سیاسی شما رو از چند دهه پیش به این سو، معتقدن که شما یک امیدواری کاذب دارید. خوشبینی شما در مواضع سیاسیتون به اونها، برای اونها مثال‌های زیادی فراهم میاره. مثلا نامه به آیت الله خامنه ای، نامه‌ای که از لحن و محتواش این برمیاد که شما معتقد هستید میشه مفاهمه کرد با آیت الله خامنه ای و میشه اون رو قانع کرد که سیاست‌هاش رو تغییر بده. این امیدواری شما بر چه اساسیه؟ وقتی ما درباره من درباره سیاست صحبت میکنم، این بحث دو وجه داره، یکی رفتار حاکمان هست، یکی رفتار گروه‌های اجتماعی، جریان‌های سیاسی که در دل جامعه حضور دارند. اگر ما معتقد به بحث قبل برمیگردم، معتقد به نفی اعمال خشونت در پیشبرد اهداف سیاسی باشیم، لزوماً باید نه تنها گفتگو میان این نهله‌ها رو رایج بکنیم، که نامه من به آیت الله خمینی یک نمونه، آیت الله خامنه ای یک نمونه آغاز گفتگو با دیگری است، بلکه در درون جامعه هم سعی بکنیم این اخشار مفاهمه داشته باشند. ولی اینا لازم و ملزوم هم که نیستن. خیلی هستن که مثل شما خشونت رو کنار گذاشتن، به شیوه های گفتگویی و رایزنانه اعتقاد دارن، ولی فکر نمی کنن که با آیت الله خامنه ای از طریق رایزنی میشه به نتیجه رسید. با اگر کسی رایزنی با حاکم رو نفی بکنه، او لزوماً به این نتیجه گیری سیاسی منطقاً به این نتیجه گیری سیاسی خواهد رسید که نظام رو میخواد تغییر بده، برداره و چیز دیگری جایگزین اون بکنه. و وقتی به روش‌های تغییر این نظام ما نگاه می‌کنیم، می‌بینیم احتمال اینکه از این طریق، از طریق نفی کلیت نظام و یکبارگی نظام مثل انقلاب بهمن، ما بخوایم تغییر درست بکنیم، دردها و مصائبی که جامعه دچارش میشه غیر قابل پیش بینیه، غیر قابل تشخیصه. در حالی که اگر ما تغییرات در نظام رو، در گروه‌های اجتماعی رو در مد نظر قرار بدیم، احتمال اینکه هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل میشه کاهش پیدا بکنه، این افزایش پیدا می‌کنه. زمانی که شما اون نامه رو نوشتید، فقط اون نامه نیست، قصد این نیست که تأثیرات چنین نامه‌ای بررسی بشه، ولی اصولا از زمانی که شما و همفکرانتون گفتید که بیاید و تلاش کنید این نظام اصلاح بشه، تا به حال آیا هزینه ها کاسته شده در جامعه ایران، در سیاست داخلی ایران؟ آیا اونها که دست بالا رو دارن واقعا هزینه های کمتری به جامعه اعمال کردن؟ در سیاست ما راه حل های مختلف رو با یکدیگر بر اساس نتایجی که به بار آوردند البته باید قیاس بکنیم، و هنوز در کشور ما این اتفاق که طرح دیگری که کل نظام رو میخواد یک جا کنار بگذاره تحقق پیدا نکرده که ما بتونیم مقایسه بکنیم ببینیم که این روش یا اون روش کدام یک به خیر جامعه هست. ولی در اطراف کشور ما، در عراق، در افغانستان، در لیبی، در سوریه، در جاهای دیگه، این تلاش برای یک بار کنار زدن نظام بوده و هزینه هاش هم سر به فلک زده. بله. به این دلیل من هنوز معتقدم، همچنان معتقدم که تلاش برای ترمیم، بهتر کردن نظام سیاسی و گذشتن از اینکه نظام مطلوب من که چیز دیگری است، مطلقاً چیز دیگری است، هیچ شباهتی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نداره،
یک باره بخواد جایگزین بشه، من نمیدونم چه ریسکی و چه خطراتی جامعه ما رو و این ملت رو و جانهای بیشمار رو تهدید میکنه. آقای سروش، شما هم به آیت الله خامنه ای در این سالها نامه نوشتید، ولی بسیار. من که نگاه کردم دیدم لحنش کاملا متفاوته، متفاوت با لحنی که آقای نگهدار در اون نامه ها در پیش گرفته. از این تفاوت میشه نتیجه گرفت که شما به اندازه آقای نگهدار امیدوار نیستید که آیت الله خامنه ای و اونها که هم فکر رو هستند که دست بالا رو دارن در جمهوری اسلامی بتونن تغییر کنن. میشه به این ترتیب گفت که در حوزه سیاسی کاملا متفاوت میاندیشید، شما امیدوار به اصلاح نیستید، اصلاح در جمهوری اسلامی؟ چرا، من امیدوار هستم. یعنی اتفاقا یکی از درسایی که هم بنده گرفتم هم آقای نگهدار که در دو قطب مخالف بودیم، اینکه انقلاب چیز خوبی نیست و لذا دوباره نباید انقلاب کرد، و همون انقلاب قبلی هم درسته که به ضروره رخ داد، یعنی قابل پیشگیری نبود، ولی هرچه بود با توجه به آثارش شاید امر مطلوبی نبود، اما در اون موقع البته به عقل کسی نمی رسید که چه باید کرد چه نباید کرد. باری من دنبال انقلاب دیگری نیستم و درست به دلایلی که ایشون هم توضیح دادن و بسی دلایل دیگه، خوب نیست که یک چنان تغییر خیلی عجیب و زیر و رو کننده رخ بده، چون پیامدهاش روشن است. این در واقع سخن کانت، سخن هگل، سخن پاپر، همه اینایی که ضد انقلاب بودن، همه اینها میگفتن پیامدهای یک انقلاب چون قابل پیش بینی نیست، بلکه قابل پیش بینی هست که بسیار واژگون کننده و ویرانگر است، بهتر از راه دیگری رو در پیش بگیریم. اما نامه های من که شما درست میگید، یعنی با نامه های ایشون متفاوت بود، لحن من تندتر و غیر آشتی جویانه بود به اصطلاح، این درسته. من در واقع در اونجا نمیخواستم بگم اصلاح ممکن نیست. من در واقع وقتی اون نامه ها رو می نوشتم به یه اعتبار آتش فشانی از خشم بودم. چرا؟ به دلیل اینکه یک گرامشی یا کی از این فیلسوفان، بله، آنتونیو گرامشی، بله، نظری پرداز ایتالیایی، بله، به نظرم اوه که میگه که ماهیت هر رژیمی رو در زندانهاش میشه شناخت. خب نظام جمهوری اسلامی ظاهرش رو خیلی بزک میکنه، اما درون زندانهاش بسیار فجیعه اوضاعی که رخ میدهد، و من که اطلاع دارم و داشتم از این و بعدم از این ظاهرسازی ها حقیقتا به رنج میمدم. من یادم این که در مورد شکنجه یکی از نزدیکان ما که شکنجه های بسیار سبعانه بود با یکی از بزرگان کنونی کشور که ارتباطی هم با بیت رهبری داره، این رو در میان گذاشته. ایشون با کمال سردی به من جواب داد این شکنجه ها رو داخل زندان های ما اسرائیلی ها میکنن، ما نمی کنیم. شما میدونید چقدر این سخن رنجاوره، واقعا چقدر این سخن رنجاوره. که بعد من در اون نامه خودم به آقای خامنه ای نوشتم که شما رو با آقا محمد خان قاجار قیاس میکنن، نگذارید که چنین قیاساتی پیش بیاد. من به این سبب بود که خب نامه هام اون لحن رو پیدا میکرد، گرچه خودم نوشتم که من نصیحت الملوک مینویسم بر قیاس غزالی، بر قیاس سهلی، بله. اما خب نصیحتی بود که گفت از این لطف به انواع عتاب آلوده، به عتاب آلوده بود، ولی من راهی جز اصلاح نمیبینم. یعنی بله. انقلاب این ترتیب شما و آقای نگهدار که در اون سالها مقابل هم قرار گرفتید، الان کمابیش در خط مش سیاسی در یک جا هستید. درست. شما چنین فکر میکنید آقای نگهدار، برای اینکه به نظر میاد اونجا که به سیاست ورزی دینداران ربط پیدا میکنه، شما نقد هایی رو این سو اون سو دیدم به نواندیشان دینی از جمله آقای سروش وارد دونستید، نقدتون چی هست؟ این نقد در رابطه با راهبردهایی که ما برای تغییر سیاسی در اوضاع کشور پیدا میکنیم، جستجو میکنیم، ربطی پیدا نمیکنه. همونجوری که آقای سروش گفتند، اساس فکر من و فکر آقای سروش در جهت اصلاح وضع موجوده و این رو کم هزینه ترین راه برای تغییر، بله، میدونیم. این نقد در چه زمینه؟ اما اون نقد در این زمینه است که برمیگرده به اون سوال اول شما، ما با احکام فقهی تکلیفمون چیست؟ احکامی که سوال اول من از آقای سروش، احکامی که می‌بینیم
اجرای اونها در جامعه قرن 21 جز فاجعه، جز خشم، جز واکنش لجام گسیخته توده ها و مردمی که دچار این احکام میشن ثمر دیگری نداره. چه باید بکنیم؟ احساس من این هست، برداشت من این هست که آقای سروش امروز خودشون رو جزو روشنفکران دینی قلمداد میکنند و هویتی رو در این باب برای خودشون جستجو میکنند. اتفاقا همین چند روز پیش هم باز عده‌ای از گروهی چند نفر 7-8 نفر از روشنفکران دینی نامه‌ای نوشته بودند مبنی بر اینکه دین باید از سیاست جدا بشه. همین فکرم آقای سروش دارند. در این زمینه من اختلافی با ایشون احساس نمیکنم، ولی در مورد اون اصلاح دینی که آقای سروش دنبالش هست، با قرار دادن خود زیر مقوله روشنفکر دینی، گویا مسئولیت روشنفکران غیر دینی رو از جمله من یا امثال من رو در زمینه تغییر احکام فقهی منتفی می کنند مسئولیت این افراد رو. من فکر می کنم اگر بخوایم از اون صحبت آقای سروش که در سوال اول گفتن که از بیرون باید بر فقه نازل بشه یا فشار بی آورده بشه که این تغییرات درست بشه، این مسئولیت مشترک روشنفکران دینی و روشنفکرانی است که دینی نیستند و این تعلق رو نداشتن. منظور شما رو لذا یک جمله دیگه بگم، لذا من نمیفهمم که چرا پسوند دینی به این دو نهله جدا میشه. شاید یک بهره سیاسی زمانی میداشت که رابطه حکومت، منظور شما رو نمیفهمم، الان تا حدی واضح شد. یعنی شما فکر میکنید نو اندیشان دینی باید این صفت دینی رو کنار بگذارن، بگن ما نو اندیشیم مثل بقیه روشنفکران هستیم؟ منظورتون اینه؟ لااقل در زمینه تغییری که میخواهند در نظام احکام فقهی درست بکنند، تغییری دیگر سازهای فکری روحانیت درست بکنند، این مسئولیت مشترک همه روشنفکران ایران هست و در این زمینه جدا کردن دینی از غیر دینی به نظر من غیر ضروره. آقای سروش، روشنفکران دینی نگفتن دیگران نیان، اگه طرحی دارن پیشنهاد کنن. بحث این نیستش که دیگران حق ندارن یا توانایی ندارن، طرحی دارن پیشنهاد کنن برای تغییر فقه، برای ورود در مباحث انسانشناسی، معرفت شناسی، خداشناسی، الهیاتی، هرچی. ما که ندیدیم، اما اگر هست پیشنهاد کنن، مگه روشنفکرانی جلوشونو میگیرن؟ نه اینطور نیست، اتفاقا ما راهو باز کردیم. یعنی من حرفم اینه تغییر فقه فقط به عهده فقیهان نیست، تمام نکته اینه. یعنی اونایی که فقه رو از درون میخوان تغییر بدن، نتیجه حرفشون این استش که فقه تغییرش، تحولش به عهده فقیهانه. من در نوشتای خودم به صراحت آوردم امر دین عظیمتر از آن است که فقط به فقیهان سپرده شود. خب حالا که راه باز از بیرون باید وارد فقه شد، خیلی خوب، دیگران هم کاملا حق دارند. منتها این سخنی است که ما منتظر نشستیم که دیگران طرحشون رو بدن. کارکرد این پسوند دینی بر این بحث، بر این وظیفه چیه؟ اون یه بحث این دیگریه. اگر موضوع مرکزی روشنفکران دینی، کارکردش همین آقای نگهدار، همینه که روشنفکر دین تشخیص داده که فقه نمیتونه معضلات خودشو حل کنه، باید از بیرون فقه اومد. اجازه بدید یک تکه دیگه ای از این مناظره رو ما پخش کنیم که فکر میکنم به اون چه که الان داره صحبت میشه یه جوری مربوطه. براتون خواهم گفت که چرا مربوطه. شما به اونجا رسوندین. خیر، در این تکه از مناظره ها آقای نگهدار داره صحبت میکنه و میگه که چرا وقت زیادی به آقای سروش داده شد در مورد موضوعی که تفسیرش به عهده شرکت کنندگان مارکسیست در جلسه بود، یعنی آقای احسان طبری و آقای فرخ نگهدار. همکاران من الان این رو که در واقع نشان اعتراض آقای نگهدار به شیوه گردوندن جلسه است پخش میکنن، بعد سعی میکنم ربطش رو به این بحث کنونی خدمتون بگم. وقتی که شما ما رو در اینجا می نشانید که ما صحبت بکنیم راجع به دیالکتیک و مسئله در این دور بحث لااقل می خواهد این باشد که دیالکتیک توضیح داده بشه و معرفی بشه، این درست نیست که آخرین صحبت
و اون هم با 5 دقیقه اضافه در اختیار آقای سروش که معتقد به دیالکتیک نیستند قرار بگیره و ایشون هم جمع‌بندی بکنند حاصل جلسه رو. آقای نگهدار، جالب این که من که این مناظره ها رو کامل نگاه می‌کردم بعد از اینکه تصمیم گرفتیم این برنامه رو ضبط کنیم، دیدم که بیشترین به اصطلاح کلکل بین شما و آقای سروش، دو مهمان دیگه آقای شاید بله آقای طبری و آقای مصبا به نظر میاد تا حدی دور میگیرن جوان و جوینا. اینجا هم این اعتراض شما یک بخشی از اون به اصطلاح کلکل کردن هاست. شما میگید که چرا در موضوعی که تفسیر اصلی باید از جانب شماها باشه وقت داده میشه به آقای سروش صحبت کنه؟ شاید در بحث فقه و اصلاح دینی هم تفسیر نواندیشان یا روشنفکران دینی ابتدا باید طرح بشه و بیش از دیگران باید طرح بشه و اونایی که غیر دینی هستن شاید باید بیان تکمیل کنن. به عبارت دیگه همون اعتراضی که شما اونجا دارید میکنید رو اگر درست بدونیم الان هم آقای سروش میتونه بله. بگه که ما چون دین رو بهتر میشناسیم ما میتونیم راجع به اصلاح دینی صحبت کنیم. بله. اولا که این مال 40 سال پیشه و حوزه و قلمرو دیالکتیک رو من اون موقع قرقگاه و یا شکارگاه روشنفکران غیر دینی میشناختم و دین رو متعلق بهشون، در حالی که الان یه همچین نظری ندارم. هر بحث فلسفی همه روشنفکران و همه صاحب نظران است که باید بیان شرکت بکنند و هر نوع جدایی در این زمینه ها به نظر من ما رو به بیراهه میبره. الان به همین دلیل هم همین بحث رو با آقای سروش مطرح میکنم که شما در نظریه پردازی ها و در کارهایی که انجام میدید خوبه که تمام روشنفکران رو به یکسان براشون جایگاه قائل بشید. اگر بحث درباره درست بودن یا غلط بودن حکم قصاص هست، این بحث درون دینی لزوماً نیست، بحث درون جامعه است و در این زمینه من هیچ مزیتی برای روشنفکران دینی یا هیچ فهم بهتری از مسئله برای روشنفکران دینی قائل نیستم که بخوان بیان اونجا به دلیل اینکه در درون حوزه دینی بحث میکنند اظهار نظر بکنند. اگر شما جوابی دارید بگید. نه، اما شما کسی فکر نمیکنم روشنفکران احدی گفته باشد که در این زمینه فقط ما حق داریم سخن بگیم. اگه کسی چنین گفته شما نشون بدید. ولی آقای سروش، آقای سروش، یه نقد دیگه هست که مربوط به این نقدی که آقای نگهدار گفتن ولی دقیقا این نیست. این نقد دیگه میگه که نواندیشان دینی به خصوص شما و همفکرانتون، چون نواندیشان دینی الان کاملا متنوع هستن، یه طیف متفاوتی هستن، نواندیشان دینی به خصوص شما و هم فکرانتون کمتر به مراجع و منابع بومی استناد میکنید. اونچه که از بیرون میاد اغلب براتون جالبه، جاذبه داره که بسیار خوب، اما این به بهای نادیده گرفتن بسیاری از منابع درونی هست. منابع درونی وقتی میگم هم درون دینی هم برون دینی، اما بومی. مثلا من نقدی رو از جانب آقای عمادالدین باقی میخوندم به آرای شما. آقای باقی میگه که الان خیلی از این نواندیشهای دینی بحث عدالت رو طرح میکنن و مدام از جان رولز فیلسوف قرن بیستومی مثال میارن و آرای او رو زیر رو میکنن، غافل از این که اون چیزی که رولز میگه، اون چیزی که حتی طیف دیگری از لیبرال ها که ممکنه نو لیبرال خونده بشن، هایک میگه که اصل عدالت، عدالت حقوقی است. آقای باقی میگه که خواجه نصیرالدین طوسی عین همین رو گفته، گفته شاهین عدالت، عدالت قضایی است. و ایشون میگه که چرا نواندیشان دینی سراغ منابع بومی نمیرن؟ این نقد قابل تحمل دیگه. من یه جمله در این زمینه بگم، چون من نکته نوشتم در مورد آقای سروش. اتفاقا آقای سروش از معدود روشنفکران دینی ایران هستند که حجم استفاده از منابع بومی قابل مقایسه نیست با دیگران. حالا منظور شما اگر مولاناست میشه این رو پذیرفت؟ اجازه بدید. یکیش البته مولاناست. اتفاقا شما درست میگن ایشون و منم تقریبا میخواستم در همین راستا بگم.
من فکر نمی کنم این منابع بومی رو ندیده باشم. من خواجه نصیر رو تدریس کردم، از این کتاب اخلاق ناصریش رو و همچنین نظریه پردازی احتمالاً مد نظرشون هست. ببینید، اولا همونطوری که ایشون گفت، من تا میتونم به دیگران استناد نمی کنم. من حتی در نوشته های خودم قلم که رو کاغذ میذارم تو ذهنم مفهوم رو میغلطونم ببینم که اگر این حرف رو سعدی میخواست بزنه چگونه میگفت. همون جوری مینویسم. اگر دیگه نشه و وقتش به نثر جدید رو میاد. البته شاعران متفاوتن آقای سروش، شاعران متفاوتن. منظور اون کسانی است که نظری پردازن. خواجه نصیر هست، فارابی هست. توجه دارم، نه دارم سبک خودم میگم. میگم من تا ایده ای رو در میان خودمون پیدا نکنم به دیگران رجوع نمی کنم. حالا گفتم در سبک هم همین کار رو میکنم. بله. به همین سبب اینطور نیست. ببینید، مثلا فرض کنید که حالا شما چون نام از کسی بردید، مرحوم آقای احمد قابل که بسیار فرد محترم، فقیه خیلی هم مبرز و خوب، ایشان اتفاقا یادمه در یک جا گفته بودن که بله، اینقدر اومدن از رالز سخن میگن که رالز گفته که justice as fairness، عدالت به مثابه انصاف. بعد ایشون گفته بود این چه سخنی است. خب شما وقتی برگردید به نهج البلاغه در اونجا هم میبینید که امام علی گفتند که العدل هو الانصاف، عدل یعنی انصاف. پس ما این رو داریم، شما چرا از رالز میگیرید؟ من با این چیزا مخالفم. اونی که امام علی گفتن این نیست که رالز میگه. اون انصافی که اونجا هست این انصاف نیست. این قیاس ها خیلی قیاس های غلط افکن و راهزن است. من سعی میکنم این کارو نکنم، اما تا اونجا که میدونم مثلا بسیاری از مناقشات من با فقه از غزالیه. من از بیرون نگرفتم، من از وقتی که غزالی رو خواندم و شناختم فهمیدم که ماهیت فقه چه جور چیزیه. بیشتر من از همونجا اتفاقا اتخاذ کردم، کمتر از مولانا. پاره ای از مناقشات من با بعضی از فیلسوفان در بعضی از فلسفه ورزی هاشون اتفاقا از مولاناست و همچنین و همچنین. یعنی از قضا من خودم جزو کسانی هستم که به اصطلاح معتقدم سنت رو باید فعال کرد. خیلی ذخایر هست که بعد بیرون کش. در این حال از جهان بیرون، من یکی از ایرادان به روحانیت ما این هستش که تک منبعی هن. تک منبعی بودن چیز خوبی نیست و باید منابع دیگر رو هم دید. و شما این نقد رو رد میکنید که خودتون تک منبعی هستید، فکر میکنید به منابع بومی استناد میکنید و غیر بومی. و غیر بومی، بله. آقای نگهدار، الان نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی که بتونه تحلیل‌های شما رو توضیح بده، یعنی پس پشت این تحلیل‌های شما باشه، چی هست؟ چون به نظر نمیاد مارکسیسم باشه، برای اینکه رؤوس مارکسیسم با اون چه که شما در واقع در تحلیلاتون میگید کاملا متفاوته دیگه. شما تحلیل طبقاتی نمی‌کنید، شما تحلیل معطوف به مسائل مربوط به سرمایه‌داری در ایران تو کاراتون نیست. چه نظریه سیاسی یا فلسفه سیاسی زیربنای آرای شماست؟ اگر باز هم در زمینه تغییر از گذر جامعه ایرانی از یک نظام بسته مستبد به یک نظام باز همساز با دنیا، این موضوع رو در مرکز توجه قرار بدیم، خب اون مبانی فکری این تحول با نظریه هایی که در اروپا در دوره روشنگری تدوین شده سازگاری داره و اصل اونها هم، پایه اصلی اونها هم به نظر من نظریه مربوط به آزادی است. آزادی در دوره 40 سال پیش قبل از اون، در مورد آزادی خب فیلسوفانی از مکتب‌های مختلف حرف زدن. کدوم مکتب فکری است که مکتب فکری سیاسی که آرای شما رو میتونه توضیح بده؟ مکتب سیاسی که نظریات سیاسی من رو میتونه توضیح بده، بیشترین شباهت رو من با سوسیال دموکراسی میبینم که ضمن رعایت اصل آزادی و پای قرار دادن این اصل آزادی، عدالت اجتماعی و برابری گروه های مختلف در برابر حاکم رو تبلیغ میکنند. برداشت من این است که سوسیال دموکراسی یک مدل حکومتی است تا یک نظریه سیاسی. ما نظریه های سیاسی که داریم لیبرالیسم، نمیدونم سوسیالیسم، بله سوسیالیسم. چه مکتب سیاسی؟ مکتب سیاسی که من بهش معتقد هستم آمیزه است از اصول
لیبرالیسم و تلفیق اون با ایده های جامعه گرایانه یعنی سوسیالیسم. اصطلاح رایج برای یک همچین مکتبی یا نزدیکترین مکتب به چنین طرز فکری همون نظریات سوسیال دموکراسی است. و من این را قبول ندارم که سوسیال دموکراسی یک نظام حکومتی است، یک نظام اجتماعی است، چون که دولت رفاه عامه هم حاکمیت رو، نوع رفتارش رو با شهروندان مشخص میکنه، هم حقوق شهروندان رو در زمینه هایی که بجز به مسئله حقوق سیاسی برمیگرد، حقوق اجتماعی اقتصادی بله. هم در نظر میگیره. خب اجازه بدید برای اینکه کلی ناگفته هست و من کلی سوال دارم، این بحث رو، این برنامه رو به بخش دوم ببریم. خیلی ممنون که این پرگار رو نگاه کردید. بخش دوم این پرگار در هفته آینده پخش میشه و خیلی ممنون از مهمانهای برنامه، عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار. قسمت دوم این برنامه رو در هفته آینده میبینید. شب و روز بر همه شما خوش. اصول دیالکتیک، چون در جلسه گذشته برخی نتیجه گیری ها از طرف آقای دکتر سروش انجام گرفت که مورد قبول این جانب نیست، به این ترتیب به کوتاهی یادآوری میکنم که اصول دیالکتیک به نظر ما نتیجه گیری از مجموعه علوم و معارف انسانی است و خود این معارف نیست بر تجربه و تعقل مبتنی است، نه تنها بر تجربه. این اصول تنها عام‌ترین گرایش‌های مسلط در هستی را نشان می‌دهد و به صورت قوانین اکید یک نواخت بروز نمی‌کند. با رشد معرفت انسانی افاده و فرمول بندی این اصول هم تغییر می‌کند و باید هم تغییر بکند و دقیق‌تر بشود. این فکر که حرکت با تناقض، عرض کنم که رابطه ای داره و اگر ما حرکت را پذیرفتیم باید تناقض را بپذیریم، این تاریخچه خیلی طولانی داره که ضوابط بحث اجازه نمیده که وارد اون بشن. این فکر زنون هست که منکر حرکت بود و سایر هم مکتبی هاش. کار به اون ندارم. اون میگفت اگر بخوایم ما حرکت را اثبات کنیم باید این همین حرفی که آقای انگلس زده و قبل از ایشون هم آقای هگل زده و اصل شمال زنون هست. اون میگه اگر ما بخوایم حرکت، حتی یک حرکت ساده مکانی، انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر را در نظر بگیریم، این باید در هر آنی این جسم در یک نقطه هم باشد هم نباشد. این تناقض، این تعبیری که این آقایون نقل کردن، اما معنای کلام زنون از این دقیق تره و اگر سوء زن به فهم آقایون نباشه با اون آقایون را به شما عرض نمی کنه. حرف زنون را هم درست نفهمید. ما هممون میدونیم که بر هم ریختن خروارها گندم هیچ چیز تازه‌ای رو به دنبال خودش نمیاره. بر هم ریختن خروارها نمک، علارغم این که هم حجمش افزوده میشه، هم وزنش افزوده میشه، هم مثلا شکل هندسیش تغییر میکنه، اینا هیچ تحول کیفی به دنبال نداره. بنابراین اگر قانون به این صورت بیان شود که هر تحول تدریجی و کمی در یکی از کمیات، مثلا وزن، مثلا حجم، همونطور که آقای طبری هم تا الان اشاره کردن، خود این کمیات رو گفتن، اگر قانون این باشد که هر تحول تدریجی کمی منتهی به نوعی تحول کیفی می شود، ظاهرا در تمام جاها چنین چیزی دیده نمی شود و این نقض می شود با موارد بسیار زیادی. مثال علمی بزنم که مسئله دقیق روشن‌تر بشه که موضوع بحث چیه. موضوع رابطه زمان و مکان در نسبیت اینشتین که قبل از پیدایش تئوری نسبی اینشتین رابطه بین زمان و مکان رو ما اونجوری که توضیح میده قانون نسبیت اینشتین نمیشناختیم و این دوتا رو به استقلال بررسی میکردیم. البته نمیخوام بگم که کمیات با کیفیات در فلسفه های ما قبل دیالکتیک، در منطق ما قبل دیالکتیک، منطق سوری اساسا در نظر گرفته نمیشد، این رو نمیخوام بگم. وقتی این اشتباه رو هی تکرار کردیم به این دشواری ها هم برخورد میکنیم و در واقع بله بسیار خوب. اگر اجازه بدید به خاطر اینکه بحث
خیلی جنبه متقابل پیدا نکنه. با روشن شدن این فکر میکنم به طور کافی رد و بدل شد بحث. فرصت ما چقدر مونده آقای؟ ما موضوعم نبودیم چجوری مصرف بله. بالاخره تولید و مصرف پس من بگم من جمع وقتایی که آقایون استفاده کردن ازش عرض میکنم، اون وقت به انتخاب خود آقایون اولین گوینده رو اگر پیش موافقید کسی که تا حالا کمتر از همه صحبت کرده قرار بدیم، اگر نه به نحو دیگری. الان از بین آقایون آقای طبری 29 دقیقه تا به حال صحبت فرمودن، آقای سروش حدود 13.5 دقیقه، به خاطر اینکه ایشون اساسا وقتی رو نگرفتن، بیشتر به بحث متقابل مشغول شدن از وقتشون استفاده کردن. آقای نگهدار 22 دقیقه از وقتشون استفاده کردن و آقای مصباح 14 دقیقه از وقتشون استفاده کردن. حالا من گویا کمتر از همه هستم، ولی خب حالا من فکر میکنم که این آقای مصباح میتونن اگه موافق باشن سخن بگن. بعدا من باز بعضی نکات هست خواهم گفت. خواهش. در بین فرمایشات آقایون این نکته هایی بود که احتیاج به توضیح داشت.